بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در جلسه قبل عرض کردیم که ما یک خالق داریم و ما سوای او که همه مخلوقاتن، چیزی در این وسط باشه که نه خالق باشه نه مخلوق، حرف کاملا باطلیه. تعبیر صحیح تر و صریح تر اینه که ما یک ذاتی داریم که او جسم نیست و ما سوای او همه جسم هست. و اگر کسی فکر کنه که بین ذات احدیت که جسم نیست و ما سوای او که همه جسمند، یک چیزهایی وجود داره که بهشون میگن مجردات. اینها زمان ندارن، مکان ندارن، تغییر ندارن، ازلن بودن، در این حال اینها غیر خدا هستن. اینها توهمات کاملا باطلیه. البته کلمه مجرد در لسان فلسفه و عرفان و تصوف به این معنا به کار میرفته، یعنی یه چیزهایی که هم غیر خدایند و هم ازلن بودند و صادر از ذات خدایند و تغییر و تبدل در آنها محاله، قوه و فعل ندارن، از این حرفهای واضح البطلان. اما الان در فلسفه و عرفان در واقع تجرد به معنای سعی وجود به کار میره، یعنی هرچی که شیء اجزاش بیشتر باشه، سعی وجودش بیشتر باشه، توسعهش بیشتر باشه، میشه مجردتر. و خدا را اگر میگن مجرد تام، به معنای اینه که سعی وجودی و وسعت ذات خدا اونقدر پهناور و گسترده است که تمام و عالم و همه وجود رو پر کرده و دیگه جای خالی باقی نذاشته، که این معنا دیگه بسیار مضحک و بی‌اساسه. و اما در کلمات متکلمین که خلاف فلسفه و عرفان و دهریگری از همون ابتدا در این مقام بودن، گاهی کلمه مجرد به کار میره. اما اون مجردی که در کلمات متکلمین به کار میره هیچ ربطی به مجردی که فلاسفه میگن نداره، بلکه موجودی است که حادثه، نبوده، خلق شده، اما مانند سنگ و چوب یک غلظت وجودی نداره، مثلا وجود لطیفی داره، اینه بهش میگن مجرد. و خب به این معنا اشکالی نداره، نه اینکه اینا معتقد باشن واقعا یک چیزهایی هست غیر خدا که اینها مثل خدا تغییر و تبدل در ذاتشون محاله و قوه و فعل اصلا ندارن و اصلا حادث نیستن و قدیم و ازلیان و خدا یا خلقشون نکرده یا اگه خلق کرده همون تناقضیه که هم ازلیان و هم خلق کرده، که حرفای باطلیه. لذا بسیار زیباست که امام علیه السلام در همین روایت 18 هم که عرض کردیم، ما باز مقداری رد میشیم تا به این نکته میرسیم که امام علیه السلام بعد از این که خیلی زیبا در مورد ذات احدیت با فتح ابن یزید جرجانی در راه برگشت از مکه به خراسان در راه عراق چیزهایی رو حضرت فرمودن، تا به اینجا میرسه. میفرمایند یا فتح لا یقال له کیف، به خدا کیفیت گفته نمیشه چون اصلا کیفیت و چگونگی رو خلق کرده. و عین العین فلا یقال له عین، مکان رو خدا خلق کرده، نه اینکه بگیم خدا در کجاست یا در همه مکان هاست، همش غلطه.
اذ هو مبدع الکیفوفیت و العینونیه، خدا ابداع و ایجاد و خالق، ایجاد کننده و ابداع کننده و خالق زمان و مکان و کیفیات و حالات و صفات، خودش فراتر از اینه. یا فتح کل جسم مغذا به غذا این الا الخالق الرازق. فتح هر جسمی غذایی دارد جز خالق رازق. تمام اجسام غذا دارند. یک جنین تمام وجودش از اون تغذیه که میکنه. این سنگ، اون درخت، اون میوه، غذاشون همون اجزاییه که اینها را چیه؟ وجود داده. فرزند و جنینی که تغذیه میکنه، رشد میکنه، اجزایی رو در خودش جمع میکنه و میشود یک جوان 20 ساله، اون سنگ هم، اون درخت هم، اون میوه هم اجزایی را از طبیعت گرفته و اصل وجودش را هم خداوند تبارک و تعالی تحقق داده به اجزایی و این اجزا میشوند غذای او. بنابراین تمام ما سوى الله محقق به اجزایند، محقق به غذایی هستند که دریافت میکنند و نتیجتا دارای اجزا هستند. فقط در فقط تنها موجودی که از سنخ تحقق اجزا و تغذیه و گرفتن اجزا خارج و متعالی است، خالق رازقه. چرا؟ فانه جسم الاجسام، چون خداست که همه اجسام، چه اجسام لطیفه و چه اجسام ثقیله و غلیظه رو چیه؟ وجود داده و جسم کرده. و هو لیس بجسم ولا صورت، خدا خودش نه جسم است و نه صورتی داره. لم یتجزا، اصلا خدا اجزا نداره. و نکته بسیار دقیق اینه و لم یتناها، خدا اجزا نداره و تناهی نداره. خوب باید اینجا دقت کرد. متاسفانه فلاسفه ما، عرفای ما با توهم خودشون یک خدای بی نهایتی درست کردن، بعدش هم که میخواستن این را تطبیق بر آیات روایت بدن، امثال این روایات را نادانسته و نفهمیده و بدون تأمل و با فهم غلط دلیل گرفتن بر همون عقیده باطل خودشون، در حالی که امام علیه السلام میفهمن لم یتجزا و لم یتناها، خداوند تبارک و تعالی اجزا ندارد و تناهی ندارد. این که میفرماید تناهی ندارد یعنی چون خدا اجزا نداره نمیشه بگی تناهی داره، چون همیشه ما به چیزی میگیم متناهی یا نامتناهی، مانند یک خط، مانند یک نمیدونم صحنه کهکشان توهمی بی‌نهایتی که درست کرده اند، که اجزا اونقدر فراوان و زیاده که هیچ حدی نداره، میشه بی‌نهایت. در حالی که این متناهی بودن و نامتناهی بودن مال شیء متجزیه، این اولا. و ثانیا تازه همون شیء متجزی هم محال بی‌نهایت باشه. لذا در حتی فیزیک و کهانشناسی و هیچ جا مانند کلامی و عقیده متکلمین قائل به بی نهایت احدی نشده. کسی نگفته ما یک شیء بی نهایتی داریم، نه در ریاضیات، نه در فیزیک، نه در هیچ جا ما نداریم اینها رو. نه توهمات بعضی این فلاسفه و عرفاست. اللهم اینی اسألک من نورک بأنوری و کن نورک نیر. اللهم اینی أسألك من نورك كلي. پس خدای تبارک و تعالی اگر می فرماید لم یتناها، خدا تناهی ندارد، نه به معنای این است که پس بی نهایت است، بلکه معنای این است که اصلا لم یتجزا، اجزا ندارد که بخواهد تو توهم کنی بی نهایت غلطه یا بگی محدود به یک حد خاصی. در حالی که اون بی نهایتی که فلاسفه عرفا و تفکیکی ها درست کردن، در حقیقت اجزای وسیع الوجودی دارد که همه جا را پر کرده. شما اینو باید درش دقت بکنی که خدا متناهی نیست، چون اصلا جسم نیست، اصلا اجزا نداره که بخواد در یک حدی لزومن چیه؟ محدود بشه و تناهی پیدا کنه. لذا ولم یتزاید، اصلا خدا زیاد نیست، زیاد 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 خدا از هر زیادی زیادتره، نه خیر. ولم یتناقص، خدا درش کم معنایی نداره. نمیشه بگیم نصفش زیادتر از
خدمت شما عرض شد اون نصف دیگرشه یا کلش زیادتر از نصفشه یا نصفش ناقصتر و کمتر از کلشه. همین حرفا باطله، چون خدا اصلا کل و جز نداره. ولم یتزاید ولم یتزاید ولم یتناقص مبرئ من ذات ما رکب فی ذات من جسمه. خدا مبراست، پاک است، منزه است از ذات تمام چیزهایی که اونها رو خلق کرده، جسم کرده، ایجاد کرده، ترکیب کرده. نه اینکه مجموعه اشیا رو روی هم دیگه بریز. خدا کل الاشیا، واجب الوجود کل الاشیا، ولیس بشیء منها، همه چون رو هم دیگه میشه خدا، تک تکش خدا نیست. خیلی حرفای باطلی متاسفانه زدن و این قد سریع روایات ما اینها رو زیبا توضیح داده و کاملا عقلی توضیح داده. همون جور که شما در کتاب فلسفه و عرفان کتاب مطلب عقلی پیدا نمی کنی، همه توهماتیه که یک خدای بی نهایت نمیدونم قول بیشا خودمی درست کردن، همه عالم رو پر کرده و خالق مخلوقی در کار نیست. و معمولا قواعدی هم که دارن از همون اول تا آخر، از تعریف وجود تا تطبیق بر مصداق و تشکیک و نمیدونم حدوث و قدمی که میگن که در واقع انکار حدوث قدمه، تا بحث عقل و علم و هر چی که میگن، همون وجود بی‌نهایته و چیز دیگه‌ای نداره متاسفانه. همان جور که در این کتب قواعد همیشه در راه ابطال عقلیات و اثبات توهمات خودشون درباره خدای موهومه، دقیقاً در مقابلش در کتاب‌های کلامی و روایی و حدیثی و قرآن بهترین ادله و براهین عقلی و روشن و واضح و بدیهی رو شما پیدا می‌کنی. مبرئ من ذات ما رکب فی ذات من جسمه و هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد، تا آخر که لم یلد لم یولد، از ذات خدا چیزی صادر نشده، خدا به صورت اشیاء در نیامده، شبیه و نظیر نداره، منشئ الاشیاء و مجسم الاجسام، انشاء کرده، ایجاد کرده عالم را، مصور صور، خالق صور. اگر اون گونه ای بود لو کان کما یقول المشبه لم یعرف الخالق من المخلوق، اگر اون جوری بود که این مشبهه و کسانی که خدا را مانند اشیاء متجزی میدانند ولو به نحو بی‌نهایت و توهم وسعت و گستردگی وجودی، خب پس خالق مخلوق از هم دیگه شناخته نمی‌شدند دیگه. خالق مخلوقی ما نداشتیم، رازق و مرزوق نداشتیم، انشاء کننده و انشاء شده، ایجاد کننده و ایجاد شده نداشتیم، در حالی که خدای تبارک و تعالی ایجاد کننده است. تا آخر که این مطالب را ما در روایات قبل توضیح دادیم. نکته بسیار جالبی که امام علیه السلام اینجا بیان فرمودند در دنباله سؤالی که طرف میپرسه بسیار زیباست و انسان حیفه که از این تیکه رد بشه. قلتو فالله واحد ولی انسان واحد فلیس قد تشابهت الوحدانیه. گفتم آقا شما به خدا هم میگین واحد، به انسان هم میگین واحد، اینا در وحدانیت و واحد بودن و یکی بودن مگر شبیه هم نیستن؟ فقال احلت ثبتك الله، حرف محال میزنی، خدا تو را ثابت قدم بدارد. انما التشبیه فی المعانی، اون تشبیهی که ما میگیم باطله اینه که تو در معنا و مقصود و واقعیت خارجی خدا را شبیه اشیا بدانی. تو اگر ذات خدا را مانند عالم وجود دارای اجزا دانستی، دارای تطورات و تغییرات دانستی مانند فلاسفه و عرفا، این عقیده باطله. نه اینکه شما به خدا هم بگی واحد، به انسان هم بگی واحد، تازه بعدا معنا بکنی بگی اگه به اون میگیم واحد یعنی اجزا دارد، این واحدی که اجزا نداره. فاما فی الاسماء فهی واحده، بله در هر دو میگیم موجود، در هر دو میگیم ثابت، در هر دو میگیم حی، در هر دو میگیم عالم، در هر دو میگیم قادر، در هر دو میگیم واحد. اما معنای علم ما ذهن و فکر و اندیشه است، ولی خدا اینجور نیست. قدرت ما و انرژی و توان و اختیار است که این انرژی رو در ذات خودمون چگونه آزاد کنه به کار ببریم و حرکت و جنبشمون رو به کدوم جهت و سمت سوق بدیم. در خدا اینجوری نیست. واحد بودن ما واحد در اجزاست، خدا چنین نیست. تا به آخر و هی دلالتون علی المسما، اینکه دلالت بر مسما میکنه. و ذالک ان الانسان و این قیل واحد فانه یخبر انه جثه واحده و لیس باثنین. اگر ما انسان رو میگیم واحد، منظورمون اینه که این پیکره واحد، نه غیر از داداشش، غیر از همسایش. و هو اجزاء مجزأه لیس سواء،
و انسان دارای اجزایی است که خود اجزا با همدیگه مساوی نیستن. خون است و مایع، استخوان است و جامد، گوشت است و پوست است و مو است و چشم است و سر است و بدن است و اجزایی هستن با همدیگه فرق دارن. دم و غیر و لحمه، خونش غیر گوشتشه، گوشتش غیر خونشه، عصبش غیر رگها و مویش غیر از پوستشه، قسمت سیاه غیر از قسمت سفید. و کذالک سایر الخلق، تمام مخلوقات خدا این چنینن. فل انسان واحد فلی اسم لا واحد فل معنا. پس انسان را اگه میگیم واحد، واحدی است که اسمش رو گذاشتیم واحد، و اون حقیقت ذاتش وحدت بدون اجزا نداره. خدا اونجوریه نه بشر. والله جل جلاله واحد لا واحد غیره، اون واحد حقیقی بدون اجزا فقط خداست و نه غیر خدا. ولا اختلاف فی، ولا تفاوت، ولا زیاده، ولا نقصان. در خدا اختلاف اجزا نیست، تفاوت اجزا نیست، زیاده و نقصان یک تیکه و دو تیکه نداریم. فعمل انسان المخلوق المصنوع المؤلف، انسان مخلوق و مصنوعی که مؤلف است و ترکیب شده است. فمن اجزای مختلفه و جواهر شتا، اجزای مختلفه داره، جواهر مختلف داره. غیر انه بالاجتماع شیء واحد، بله البته این اجزا با هم دیگه جمع شدن شده انسان، انسان واحدی. اما در مورد خدای واحد احد اصلا این حرفا نیست. حالا شما این معارف غالیه، ثمینه، ارزشمند، عقلانی، زیبا رو بذارید در کنار حرف‌های مدعیان عرفان و شناخت و کشف و شهود و حرف‌هایی که خدا عین اجسامه، خدا عین عالمه، عالم عین خدا، ما موج‌های این دریا هستیم، غیری وجود نداره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد، اصلا خدا غیری نداره، خدا عین اشیاء. یا ابن عربی میگه که الحمدلله الذی، خدمت شما عرض شد که خدایی که چیه؟ خدایی که اظهر الاشیاء، سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها، خدا اشیاء رو ظاهر کرده و خودش عین این اشیاء. این معارف و این توهمات بلکه که آمدن خدا را عین این عالم سنگ و چوب و نجاسات و حیوانات و اجسام کردن و گفتن خدا حتی به صورت حیوانات هم ظاهر شده، اینها کجا؟ و این معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که فرمودن اگر ما نبودیم شما مانند حیوانات سرگردان بودید، لولا محمد صلی الله علیه و آله و اوصیاؤه لکنتم حیارا مثل البهائم. اگر محمد و آل محمد علیهم السلام نبودند و این معارف را به شما نمیدادند، شما مانند حیوانات سرگردان بودید، عالم رو و خدا رو یه چیز میدونستید، همه چیز رو عین ذات خدا میدونستید و این توهمات باطله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا رب یا قهار اسمع دعائی واجب ندائی بالهادی المختار و بالایجائی و بالزهرائی فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.